تیتوس فصل دوم. اما تو مطالب را که مطابق تعالیم صحیح است به آنها بگو. به پیرمردان امر کن که خیشتندار و سنگین، روشنبین و در ایمان و محبت و پایداری سالم و قوی باشند. همچنین به پیرزنان امر کن که رفتار خداپسند داشته باشند و غیبت نکنند و اسیر شراب نباشند، بلکه آنچه را که نیکوست تعلیم دهند، تا زنان جوان را تربیت کنند که شوهر و فرزندان خود را دوست بدارند و روشنبین، پاک دامن، خاندار، مهربان و تابع شوهران خود باشند، تا هیچ کس از پیام خدا بدگویی نکند. همچنین به مردان جوان اصرار کن که روشنبین باشند. زندگی تو در هر مورد باید نمونه ای از اعمال نیک باشد و در تعلیم خود صمیمی و باوفا باش. طوری سخن بگو که مورد انتقاد واقع نشوی، تا دشمنان ما از این که دلیلی برای بدگویی از ما نمییابند شرمسار گردند. به غلامان بگو که در هر امر تابع اربابان خود باشند و بدون جر و بحث ایشان را راضی سازند و دزدی نکنند، بلکه کاملا امین باشند، تا با اعمال نیکوی خود بتوانند به شهرت و جلال کلام نجات دهنده ما خدا بیفزایند. زیرا فیض خدا ظاهر شده و نجات را در برابر همه قرار داده است و به ما می آموزد که راه های شرارت آمیز و شهوات دنیوی را ترک کرده و با روشن بینی و عدالت و خدا ترسی در این دنیا زندگی کنیم و در عین حال در انتظار امید متبارک خود، یعنی ظهور پرشکوه خدای بزرگ و نجات دهنده ما عیسی مسیح باشیم. او جان خود را در راه ما داد تا ما را از هر گونه شرارت آزاد سازد و ما را قوم پاک بگرداند که فقط به خودش تعلق داشته و علاقه به نیکوکاری داشته باشیم. درباره این مطالب سخن بگو و وقتی شنوندگانت را دلگرم می سازی و یا سرزنش می کنی، از تمام اختیارات خود استفاده کن. اجازه ندی کسی تو را حقیر بشمارد.